برخورد با اشرار باید یک بیرحمانه باشد، دو در ملأ عام باشد، سه شرایط زندان برای آنها بسیار سخت باشد. اکثر قریب به اتفاق این احکام قابل تجدید نظر طبق قانون، چیز خوبی هم هست، باید هم باشه. اما فرقی بین این متهم خطرناکی که فرض کنید همه مردم رو جریحه دار کرده به خاطر اقدامش با یک پرونده دیگه هیچ تفاوتی نیست. هر چقدر ما بخوایم تسریع بکنیم با قانون فعلی حداقل یک ماه طول میکشه. نظر میرسد مهمترین موضوعی که میتواند تا حدود زیادی جلوی این اقدامات مجرمان رو بگیره اینه که مسئولین مربوطه در پی توجیه موضوعات و پاک کردن صورت مسئله قصور و تقصیر خود رو بپذیرند و در صدد رفع آن برایند. دلیل رفتار نامطلوب رسانه ها در کشور احساس ناامنی بیش از ناامنی واقعی هست و در کشورهای غربی درست برعکسه. جلوگیری بشه از بزرگ نمایی حوادث و القای ناامنی در جامعه. دستگاه های مسئول بعضن سلیقه‌ای برخورد میکنن در اجرای قوانین. خب ما قانون توسعه حجاب و عفاف رو داریم و در رابطه با اجرای مستمر این قانون و وظایف دستگاه ها اونچه که مطلوب هست نمی‌بینیم. طرح ارتقای امنیت اجتماعی که خب نیروی محترم انتظامی گهگاه این طرح کمرنگ میشه اجراش و این از عوامل آسیب هست تو این قضیه. روز میگن با قلیون، سی دی، توزیع کننده فیلم، توزیع کننده پوشاک، رستوران همه ما برخورد کنیم. بهداشت رو رعایت نمیکنه ما برخورد کنیم. در ماه رمضان ما برخورد کنیم. خب پس مجامع صنفی چه میکنن؟ مجامع صنفی با تقویت بشن با این تخلفات خودشون. موضوع سلاح سخت، خب 5 سالی هست میکنه موضوع مطرح. ما خواهش مونده مجلس محترم به نتیجه ای برساند. آیین دادرسی کیفری برای جرائم عادی پاسخگوست، اما جرائم خاص نیاز به آیین دادرسی خاص دارد که قاضی در چارچوب قانون بسته نباشد. الان قاضی نمیتواند اگر اعتراضی به رأی شد نادیده بگیرد. قاضی نمیتواند اگر 20 روز تمام نشده و اعتراض هم هنوز نرسیده حکم را قطعی تلقی بکند و تا حکم قطعی نشود امکان اجرایی وجود ندارد. برای برخورد با عوامل برهمزننده نظم و امنیت نیاز به سرعت عمل و واکنش فوری و تصمیم قاطع در دستگاه‌های ذیاب نظیر نیروی انتظامی، دادسراها، دادگاه‌ها هستند. پیشنهاد میشه مجلس شورای اسلامی با وضع قانون روز آمد و تجدید نظر در قوانین قبلی با هدف ارتقاء ضریب امنیت اجتماعی و برخورد با اراذل لوباش و افزایش اختیارات نیروی انتظامی دستگاه های امنیتی انتظامی رو یاری نماید. پرونده رفت دادگاه، دادگاه حکم صادر کرد. اکثر قریب به اتفاق این احکام قابل تجدید نظر طبق قانون، چیز خوبی هم هست، باید هم باشه. اما فرقی بین این متهم خطرناکی که فرض کنید همه مردم رو جریحه دار کرده به خاطر اقدامش با یک پرونده دیگه هیچ تفاوتی نیست. روز بخیر خدمت شما بینندگان و همراهان همیشگی تلویزیون ایرانیان برلین. خوشحال و سرفراز هستیم از اینکه با برنامه دیگر میهمان خانه های گرم و با محبت شما عزیزان هستیم. امروز یک شنبه 31 یولی 2011 میلادی برابر با 9 مرداد ماه 1390 خورشیدی میباشد. برنامه روز را آغاز میکنیم با هم اخبار یک هفته اخیر ایران و دیگر نقاط جهان. در قسمت دوم گزارشی داریم از اکسیون اعتراضی 28 یولی در شهر برلین پیرامون دستگیری های اخیر دیگر اندیشان و هنرمندان در ایران و در پایان اخبار فرهنگی سیاسی اجتماعی از شهر برلین با آگاهیتان میرسد.
توجه شما را جلب می‌کنم به رویدادهای خبری هفته‌ای که گذشت. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش به نقل از یک مقام خارجی و یک بازرس سابق آژانس انرژی اتمی اعلام کرد که داریوش رضایی نژاد که هفته گذشته در تهران ترور شد، در فعالیت‌های اتمی مشکوک ایران و تلاش برای تسلیحات اتمی ایران دست داشته است. این در حالی است که علی لاریجانی رئیس مجلس ترور داریوش رضایی نژاد را پروژه آمریکایی صهیونیستی توصیف و آمریکا را محکوم کرد. دولت آمریکا ایران را متهم کرد که در یک توافق سری با شاخه ای از القاعده برای عضوگیری و جمع‌آوری پول تسهیلات در اختیار آنان می‌گذاشته تا برای حمله در افغانستان و پاکستان استفاده شود. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران اعلام کرد بهره برداری از نیروگاه بوشهر به مرحله نهایی شدن نزدیک است و به زودی مراسم اتصال آن به مدار برگزار می شود. جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت ارشاد درباره بازداشت‌های اخیر هنرمندان گفت امیدوارم دوستان روزنامه‌نگار به اوین سر بزنند و ببینند که اوین درست مانند هتل است و وضعیت بسیار خوبی دارد. پس از گذشت 2 ماه از بازداشت و از زندانی کردن 11 نفر از بهائیان ایرانی به دلیل تأسیس مؤسسه آموزش عالی بهایی به صورت آنلاین بدون داشتن وکیل به توطئه علیه امنیت ملی و توطئه علیه نظام اسلامی متهم شدند. گفتنی است جمهوری اسلامی بهائیان ایران را صرفاً به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل در دانشگاه کشور به صورت رسمی ممنوع کرده است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت ایران گفت فرقه های دگراندیشی و انحرافی به تبلیغ در جامعه دانش آموزان مبادرت کردند. وی علیه گرایش دانش آموزان به این فرقه ها هشدار داد. وزیر امور خارجه ایران علی اکبر صالحی تأکید کرد که برنامه های هسته‌ای این کشور بازگشت ناپذیر است و سفیر جمهوری اسلامی در عربستان برای دعوت از کارشناسان اتمی سعودی اعلام آمادگی کرده است. پگاه آهنگرانی پس از 17 روز حبس در زندان اوین چهارشنبه گذشته به قید وثیقه از زندان آزاد شد. و آخرین خبر این که حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش ایران گفت احمدی نژاد دستور داده است که تعطیلی 5 شنبه‌ها برای مدارس به صورت قانونی درآید. سمینار دکتر هولاکویی در برلین، زمان دوشنبه و سه‌شنبه اول و دوم آگوست، مکان هتل هالیدی این سیتی واقع در روردام شماره 80، فروش بلیط در محله برنامه، قیمت هر سمینار 20 یورو، شروع برنامه ساعت 6 بعد از ظهر، تلفن اطلاعات و رزرو جا 0151-52-90-55-55. دلوکس بوفه رستوران رویا جمعه و شنبه ها از ساعت 13 تا 21 دو نوع خورشت روز، دو نوع برنج، کباب های خوشمزه ایرانی، ماهی و با انواع و اقسام پیش غذا و دسر. قیمت فقط 15 یورو. تلفن اطلاعات و رزرو جا 40 57 46 86. مکان بورن پالمشتقاس شماره 10 در 10 439 برلین. مطب دندانپزشکی دکتر بهرام لشگری واقع در المپیک اشتخاست شماره 1 در 140-52 برلین منطقه شارلاتنبورگ افتتاح شد. تلفن اطلاعات 03-304-28-30. رستوران پرزپولیس افتتاح شد. نان داغ، کباب داغ، انواع کباب ها و خورشت های خوشمزه ایرانی در رستوران
و شیرینی سرای پرسپولیس در مرکز شهر برلین، کورفورستن اشتراسه شماره 127 در 10785 برلین. شماره تلفن 03-450-86-734. غذاهای مخصوص رستوران سرای از دوشنبه تا جمعه ساعت 12 تا 16 بعد از ظهر هر چقدر دوست دارید میل بفرمایید. انواع خورشت‌های خوشمزه و کباب‌های ایرانی، پیش غذا و دسر برای هر نفر فقط 6.90 €. رستوران سرای واقع در اولندشتراسه شماره 142 نبش دوسلدورف اشتراسه در منطقه ویلمسروف. تلفن اطلاعات 03-863-96-664. سمینار دکتر هولاکویی در برلین، زمان دوشنبه و سه‌شنبه اول و دوم آگوست 2011، مکان هتل هالیدی اینستیتیوت واقع در قردام شماره 80. فروش بلیط در محل برنامه، قیمت هر سمینار 20 €. شروع برنامه ساعت 6 بعد از ظهر. تلفن اطلاعات و رزرو بلیط 0151-529-5555. یارم دیگه هیچ راه نداره برای مسافرت بهونه بیاره، هر وقت که بخواد قرار بذاره بلیط رو میتونه به دست بیاره. فقط یک تلفن مایه یگاره، ایروپلان تو کن شیرین میکاره. کامران خطیبی تو کارت بی رقیبی، به درد هر مسافر تو مثل یک طبیبی. ایروپلان شهرهای کلن، دورتموند و فرودگاه کلنبون آلمان، بزرگترین آژانس مسافرتی ایرانی در سراسر اروپا. ایروپلان با مدیریت مدبرانه کامران خطیبی و همکاری همایون به همراه مسئولان فارسی زبان و بین المللی، ارائه دهنده عالی ترین سرویس برای سفر بر هر نقطه جهان. هارتنکشوله بزرگترین آموزشگاه خصوصی زبان خارجی در برلین، با بیش از 40 سال فعالیت درخشان و آموزش به بیش از 100,000 نفر علاقمند به فراگیری زبان. Ich komme aus Mosambik. Hallo, ich komme aus der Mongolei. Ich komme aus dem Sudan. Ich komme aus dem Iran. Ich komme aus Kuba. Ich komme aus Polen. Ich komme aus China. Ich komme aus Frankreich. Ich komme aus dem Libanon. Ich komme aus der Mongolei. Ich lerne an der Hartnäckschule Deutsch. هارتنکشولی برلین واقع در ماتشتراسه شماره 5 در 10777 برلین، منطقه شونبرگ، در نزدیکی اوبانهوف نولندورف پلاتس. این 20 رستوران الردا با انواع لذیذترین کباب‌های ایرانی، جوجه کباب، کوبیده، برگ، سلطانی، غذاهای خوشمزه لبنانی و غذای ویژه هفته با بهترین و مرغوب‌ترین کیفیت آماده پذیرایی از شما عزیزان است. قبول سفارشات برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما با قیمت‌های بسیار مناسب. آدرس: الردا، هوتنشتراسه شماره 69 در 10553 برلین. شماره تلفن 03-391-11-19.
CBS Food، مرکز پخش مواد غذایی ایرانی، افغانی، هندی و پاکستانی. انواع برنج‌های باسمتی و مواد غذایی روزانه خود را به صورت خورده و عمده فروشی می توانید از این مرکز تهیه نمایید. به تخفیف‌های ویژه TS Food توجه بفرمایید. آدرس TS Food واقع در اشتقام اشتغاسه شماره 11 تا 17 در 10551 برلین اوبانهوف تورم اشتغاسه. تلفن 397-89-770، فکس 397-89-772. رستوران اکسیژن با انواع غذاهای ایرانی و غیر ایرانی آماده پذیرایی از شما و میهمانان شما می باشد. آدرس اشتوتگارت پلاس شماره 6 در 10627 برلین، نزدیک اوبانهوف ویلمستوف اشتراسه و یا اسپانهوف شالوتنبورگ. شماره تلفن 319-98-532. ۲۸ یولی اکسیون هنری در اعتراض به دستگیری‌های اخیر دیگر اندیشان و هنرمندان با هنرمندی کانی علوی، محمد رضا مرتضوی، نگار آزادمهر و کاوه قائمی در برلین ژاندارم مارک برگزار شد. امروز با هنرمندای معروف برلین دارم جمع شدیم، تونستیم هنری رو پیاده بکنیم از طریق این هنر، هنر ساکت از طریق موزیک و نقاشی و پرفورمنس بتونیم ایدمونو به تمام جهانیان پخش کنیم، بگیم که در ایران تو زندانهای ایران کشتار هست، هنرمندا رو بدون هیچ موضوعی میگیرن و میکشن و این از این طریق تونستیم هنرمون رو اینجا نشون بدیم و از این طریق تونستیم مردم جمع کنیم و اونا هم تقریبا بتونن پشت سرمون به مردم بشناسونن که بگن که در زندان ایران واقعا کشتار هستش.
König, Sie sind hier heute am Gendarmenmarkt in Ihrer Eigenschaft als Menschenrechtsbeauftragter der Bundesregierung, um sich diese Co-Produktion, diese kreative Veranstaltung anzuschauen von jungen iranischen und deutschen und wahrscheinlich internationalen Menschen, Tänzerinnen und Tänzern. Warum sind Sie hier? Weil ich das unterstützen will. Ich finde es ganz toll, dass eine Aktion gemacht wird zugunsten der iranischen Künstler, die im Gefängnis sitzen. Und alles, was gemacht wird, um diejenigen zu unterstützen, die im Iran im Gefängnis sitzen, weil sie ihre Meinung gesagt haben, weil sie einfach ihre Freiheit wahrnehmen wollen, finde ich gut und unterstützenswert. Und deswegen bin ich hier. Das ist sehr erfreulich. Es geht unter anderem um Leute wie Jafar Panahi, der auch hier bei der Berlinale sehr oft erwähnt wurde, der einen Stuhl hier hatte. Was fällt Ihnen ein, wie die deutsche Regierung die Oppositionsbewegung oder junge Protestler unterstützen kann? Also abgesehen von dieser natürlich erfreulichen Teilnahme an diesen Veranstaltungen. Es ist sehr schwer, im Iran überhaupt was zu erreichen, weil das Regime extrem abgeschottet ist. Wir machen Druck, wir tun immer wieder in unseren auch bilateralen Gesprächen einzelne Namen nennen und sagen, was ist mit diesem, was ist mit jenem, wann wird er freigelassen, wann wird sie freigelassen. Manchmal nutzt es was, manchmal haben wir das Gefühl, es nutzt nichts, aber es ist wichtig, dass wir das machen in Gesprächen, dass wir es machen öffentlich. Aber ganz wichtig ist auch, dass sowas wie hier stattfindet, dass die Leute auf die Straße gehen und sagen, uns liegen die Menschenrechte im Iran am Herzen. Das stärkt auch die Bundesregierung in ihrem Auftreten. Ja. خوشحالم از اینکه دوستانی که اینجا بودن از برنامه ما راضی بودن، ما هم خودمون خیلی راضی بودیم. این برنامه که ما اینجا اجرا کردیم یک برنامه هنری بود برای حمایت از هنرمندان ایرانی که الان بسیار تحت فشار هستند در کشور ما متاسفانه، و ما میخواستیم با این حرکت هنری نشون بدیم که ما شما رو فراموش نمی کنیم و پشتیبانیتون می کنیم و صدای شما میشیم در دنیا، در دنیای آزاد، چرا که میدونیم صدای شما در ایران کسی نمیشنوه و ما اینجا صدای شما میشیم و قلبمون برای شما میتپه و برای شما هر کاری بتونیم می کنیم که این وضعیت تغییر بکنه و کشور ما مثل این کشورهایی که توش زندگی می کنیم یه روزی آزاد بشه. توجه شما را به اخبار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی از شهر برلین جلب می کنم. سمینار دکتر هولاکویی در برلین، زمان دوشنبه و سه شنبه اول و دوم آگوست، مکان هتل هالیده این سیتی بس، واقع در قردام شماره 80. فروش بلیط در محل برنامه، قیمت هر سمینار 20 یورو. شروع برنامه ساعت 6 بعد از ظهر. تلفن اطلاعات و رزرو جا 0151 52 90 55 55.
مطب دندانپزشکی دکتر بهرام لشکری واقع در المپیش اشتخاص شماره 1 در 14052 برلین منطقه شارلاتنبورگ افتتاح شد. تلفن اطلاعات 03-304-28-30. به یک خبر ورزشی توجه بفرمایید. مسابقات دو میدانی 14065 متر اربیبه هر سال در 3 دوره دو میدانی و پیاده روی برگزار می شود. بار دیگر آقای قاسم نادلی‌پور دونده ایرانی ساکن شهر برلین با شماره 2513 در مسابقات دو شرکت کردند و موفق شدند 14065 متر را با زمان 53 دقیقه و 6 ثانیه طی کنند و در گروه سنی خودشان مقام اول را به دست آورند. همکاران تلویزیون ایرانیان برلین برایشان موفقیت‌های بیشتری را آرزومندند. مطب جدید دکتر محسن لطفی در مرکز شهر برلین افتتاح شد. سلام و درود بر شما دوستان و هموطنان عزیز ایرانی. من دکتر محسن لطفی هستم و میخواستم افتتاح مطب جدیدم رو در منطقه شارلاتنبورگ کوفوسندم شماره 226 روبروی کافه کانسلا به اطلاع شما برسونم. تخصص من در فیزیکالش مدیسین و رهابیلیتاسیون هست. در واقع ما تمام بیماری هایی که با ستون فقرات و مفصل ها هست معالجه میکنیم. تخصص ویژه من در قسمت درد درمانی هست با تکنیک های مختلف، به ویژه FTM که از آمریکا میاد، Fasting Distortions Model و گلگی تراپی، متد هایی هست که برای بازسازی ماهیچه ها و درد های مختلف استفاده میشه که من تونستم اونها رو یاد بگیرم و در اختیار شما بذارم. ما در مطب بزرگی که داریم حتی فیزیوتراپی و ماساژ و گیمناستیک و متد های مختلف ورزشی رو هم تونستیم استفاده بکنی و یک قسمت بزرگی از مطب ما در اختیار فیزیوتراپوت ها هستن که با مریض های مختلف و بیماری های مختلف اونا میتونن در همون لحظه و در همون واقعی که بیماری های مختلف وجود میاد و مریض ها پیش ما میاد بتونیم اینا رو معالجه بکنیم و ترمیم بدیم و ما خیلی خوشحال میشیم در برای دوستان و هموطنان ایرانی که با دردهای مختلف مفصلی، ماهیچه‌ای و ارتوپدی دارن بهشون کمک بکنیم و در اختیارشون باشیم و خوشحال میشم که این اطلاع میتونم به شما برسونم. متشکرم و به امید دیدار. بینندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. چنانچه علاقمند هستید از برنامه‌های قبلی ما اطلاع حاصل نمایید، می‌توانید به وبسایت ما www.irtvberlin.de مراجعه نمایید. از طرف خودم و دیگر همکارانم در این بخش خبری تا یک شنبه آینده ساعت 1 بعد از ظهر روزها و لحظات خوشی را برایتان آرزو می‌کنم. شاد و پیروز باشید.